خب تا این درست بشه. ما چهار تا معادله نوشتیم که قانون های الکتروستاتیک و مگنیتوستاتیکس بود. یکی دیورژانس دی مساوی چهار پی روی بارهای آزاد. من زیر این یه اف بگذارم که علامت فری باشه. بله چهار پیش هم درسته. وقت این دی خودش عبارت است از برداره. من برداره هم اینجوری می نویسم. عبارت است از یه اپسیلون ضرب در ای بردار الکتریک. اپسیلون ضرب دایلکتریک هر محیطیه که ما دی رو میخواییم حساب بکنیم برای یه خلا اون رو میگیریم اپسیلون صفر. قیام میکنم این کتاب اپسیلون صفره. اون وقت کرل ای کرل ای برابر است با صفر. از طرف دیگه یه جفت بردار دیگه داریم بی که دیورژانسش صفره. آوردین اون رو؟ بله. بی دیورژانسش صفره. و اون وقت یه ایج دارین که کرلش عبارت است از چه چهار پی داره؟ چهار پی سیومه جی. جی کارنت دنسیتیه. عبارت است از بار ضرب در یه سرعت. اون وقت اگر به سی تقسیم بکنید الان دیمانسیون این دیمانسیون باره. چون این هست بار ضرب در سرعت دیمانسیونش برابر است. و خود رابطه ایج و بی هم عبارت بود از این. بی مساوی میو ضرب در ایج. بردار بی. البته اینا برای محیط های همگن و ایزوتروپه و اگر محیط ناهمگنی داشته باشه این اپسیلون و میو تابعی از مکان خواهند بود. اگر ایزوتروپ باشه از اسکیل بودن در میان به صورت تانسور باید بنویسیم. اون وقت این ریخت معادلات خودشون میگه باندری کاندیشنشون باید چی باشه. باندری کاندیشنشون چی باید باشه؟ مثلا فرض کنید که این توزیع باره وقت من و این محیط اپسیلونه ضریب دایلکتریکش بیرون اپسیلون صفره و من میخوام ببینم که اگر به اینجا رسیدم از این بردار ای و دی و ایج کدامش چه رفتار میکنه. اونجایی که میگیم دیورژانس دی مساوی با صفره ببینید شما یه کپسول نازک بگیرین در این بود اینم مقطعی باشه این معادله رو این روی این بنویسین روی این کپسول و به تبع دیورژانس دی برابر خواهد بود با چهار پی رو. درسته؟
و اگر این دیورژانس رو بیارین انتگرال سطحی بکنید به این صورت در میاد. ببینید دیورژانس دی مساوی روی حجم این استوانه ای که داریم مساوی انتگرال سطحی دی دات ان وقت یس که ان جیه بردار واحدیه که شما در هر قسمت اینجا من باید اینو میکشیدم برای اینکه شلوغ نکنم بیرون کشیدم یه بردار واحدیه که ببخشید اینجا نه یه بردار واحدیه که من باید اگر روی این سطح هستم اینجا بکشم n اگر روی سطح جانبی هستم اینجوری بکشم n اگر روی سطح پایین هستم به پایین بکشم. خب این رو اگر من بنویسم این باید برابر باشه با انتگرال حجمی v رو 4π رو 4π رو dv. خب حالا اگر این ضخامت این رو میل بدم سمت صفر عملا حجم صفر میشه دیگه. این انتگرال مگر اینکه در این سطح بار سطحی وجود داشته باشه وقت خواهد شد بار سطحی چجوری بنویسم اینجا رو سرفس اون وقت ولی این طرف معادله چی میگه؟ میگه شما این طرف بیاین میدان رو خواهید داشت اپسیلون چون بیرون هستم اپسیلون صفر ای عمودی ها ای عمودی بر سطح این طرفش بیام این ان منهای ان شده منهای اپسیلون صفر منهای اپسیلون این دفعه توی ماده هستم خواهد شد ای عمودی در این طرف داخل. اگر این ارتفاع این کپسول رو هم به صفر میل بدین سطوح جانبی هیچی نمیده و این باید برابر باشه با رو سرفس. ببینید از این معادله من برای یک باندری کاندیشن به دست آوردم که بردار ای مؤلفه عمودی ای باید چطور رفتار بکنه. اگر توی سطح بارم نیست باید اپسیلون یک بالا با اپسیلون یک پایین عمودی پایین یکسان باشه. این رو با این رابطه هم میتونین انجام بدین. بنابراین در یه جای اگر رسیدیم با ماده الکترومغناطیسی ماده مغناطیسی در این کار میکنین مؤلفه عمودی بی بین اون اینترفیس محیط یک و محیط دو باید به طور پیوسته تغییر بکنه و یا برای از این رابطه شما اگر از این رابطه میخواییم باندری کاندیشن به دست بیارین بیایم بگین که الان من روی این محیط یه مربع مستطیل میکشم و اون رو انتگرال بگیرم روی این سطح انتگرال سطحی بعد اون انتگرال سطحی رو تبدیل بکنم به انتگرال دور محیط یادتون هست اینا؟ بله وقت بعد انتگرال دور محیط یعنی این محیط این زل این زل این زل بعدم ضخامت این رو میل بدیم به سمت صفر میشه انتگرال
روی مؤلفه افقی اون میدان الکتریک در اینجا و مؤلفه افقی مؤلفه داخلی بیرون، مؤلفه افقی بیرون و داخل، تفاوتشون باید صفر باشه. این باندری کاندیشن رو به وجود میاره. این کتاب رو، این صفحاتش رو خوب نگاه بکنی و یاد تمونه این چهار معادله که باندری کاندیشن رو خودشون میگن که چی باید باشه. این فصل یک بود. من فصل دورم گفتم و میرم روی فصل سوم. فصل سومم از کدوم صفحه شروع میکنه؟ ماده لاپلاس رو حل میکنه. هشتاد هشت بنویسم اینجا. General properties of harmonic functions. بازم جلوتر از اینه. بله. این معادله رو حل میکنیم. لابلاسیان. معادله لابلاس رو. معادله یازده سه دو رو. اینو قبلا بحث کردیم. معادله لابلاس یعنی اپراتور لابلاسیان. در مختصات، در بسیاری از مختصه های متعامد قابل جدا شدنه، در مختصات کارتزیان قابل جدا شدنه، در مختصات استوانه قابل جدا شدنه، در مختصات کروی قابل جدا شدنه، در مختصات هایپربالیک و الیپسویدال و این چیزا هم قابل جدا شدنه. این جدا شدگی به ما اجازه میده حل این معادله رو آسان میکنه. اون وقت یه معادله خطی هم هست به این معنا فی رو فقط با توان یکیش میبینید. لابلاسیان فی مساوی با صفر. فی به توان دو نمیبینید یا مشتقات فی به توان دو رو نمیبینید. معنای این خطی بودن اینه که اگر شما دو تا جواب پیدا کردین، مجموع اونها یا تفاضل اونها یا اینکه هر کدام ضرب در یه عدد جمع بکنین با هم، اونها هم جوابه. در معادله صدق میکنه، نه در باندری کاندیشن. اگر دو تا جواب پیدا کردین، هر ترکیب خطی از اونها اون جوابه، منتها باندری کاندیشن هاشون ممکنه با هم دیگه فرق بکنه. یه خاصیت اینه و منحصر به فرده جوابش. یعنی اگر شما برای یه باندری کاندیشن داده شده یه جواب فی پیدا کردین، مطمئن باشین که این تنها جوابه، جواب دومی وجود نداره. پس بنابراین سوپرپوزیشن میپذیره به خاطر خطی بودن و یونیکنس داره. یعنی یه جواب پیدا کردین، به همون جواب لازم نیست سراغ جواب دیگری برین. اینا رو استدلال میکنه، من از استدلالاش رد میشم. دوم و سوم در واقع سموثه، همواره. هموار به این معنا اگر شما یه باندری دارین در اینجا، قلم هم که اگر یه باندری دارین در اینجا، معادله لاپلاس حل کردیم با یک باندری کاندیشن دریشله یا اون یکی اسمش چی بود؟ نویمان. روی این صدق میکنه. حالا اگر شما از اینجا شروع بکنید، بیاین به اینجا،
هیچ جا مینیموم یا ماکسیموم پیدا نمی کنید. باید یه خط صافی باشه. در داخل این مینیموم ماکسیمومی وجود نداره برای یه باندری کاندیشن، مگر اینکه در داخلش بار باشه. هر سطح مسدود، هر حجم مسدود دیگری رو بگیریم و یه جواب پیدا کرده باشیم با باندری کاندیشن معمولی، از این نقطه بیایم به هر نقطه از این، ممکنه که تغییر بکنه، یا بالا خواهد رفت یا پایین خواهد آمد. ماکسیموم مینیمومی در داخل این پیدا نخواهیم کرد. این ماکسیموم مینیموم پیدا نکردن اجازه میده برای حل معادله لاپلاس، غیر از اون راه‌هایی که تا به حال شناختیم، اگر با دست به کامپیوترتون خوبه، محاسبات عددی راحت تری انجام بدین. که من از این هم صرف نظر میکنم، از این که چه کار بکنیم. منظور ما از این بخلا هم بازم که فرمودید و اینکه ما میدونم ماکسیمم نداریم، یعنی اینکه آقا ما هر باری که میتونیم سطح کره، سطح پوسته ببینید. دوباره بگم، شما یه جایی پتانسیل فی رو دارین، خارج از اون جایی که بار هست یه سطح در نظر بگیرین، سطح فرضی هم در نظر بگیرین، لزومی نداره که از یه آیه باشه یا حادی باشه فلان، یه سطح فرضی فرض کنید. از یه نقطه این بیاییم به یه نقطه دیگر و سطح راه به ماکسیموم مینیموم بر نمیخورید. و این اجازه میده محاسبات عددی راحت تری هم اینجا بتونیم بکنیم. سطح مسدود، حجمی که با یه سطح مسدود شده. خب حالا بریم سراغ حل کردنش. با اینا رو دیدین و در مختصات کارتزیان دی دو فی به دی اکس دو، دی دو فی به دی وای دو، دی دو فی به دی زد دو مساوی با صفر. بنابراین فی رو میتونین بگین که یه تابعی از اکس، تابعی از وای، تابعی از زد، این ترتیبی که نوشته در این معادله زده. حالا مشتق بگیرین از این و بگذارین توی این معادله، توی اون معادله، بعد تقسیم بکنین به خودش. میبینین که یک بر اکس دی دو اکس به دی اکس دو، یک بر وای دی دو به دی وای دو، یک بر زد دی دو به دی زد دو. اون وقت بعد میاد و این باید صفر باشه مجموع. ولی این جمله به تنهایی تابع اکسه و این تابع وای، این تابع زد. شما میتونید به وای و زدتون دست نزنید و بعد اکس رو در اینجا تغییر بدید، این جمله تغییر میکنه. خب اگر این جمله تغییر میکنه، باید یه عدد ثابتی باشه و اینا هم هر کدام به نوبه خودشون یه عدد ثابتی باشن. پس بنابراین بگیم که جمله اول آلفا پرایم دوه، جمله دوم بتا پرایم دوه، لابد اون یکی هم گاما پرایم دوه دیگه. نه خب و مجموع اینا باید صفر باشه، اون چیزی که داشتیم میگفتیم. حالا یا بیایم بگیم که خیلی خوب، دی دو اکس به دی وای دو رو حل بکنیم. این معادله ساده است دیگه، سینوس کوسینوس جوابش. و فقط یکی از اینا باید منفی باشه. اگر آلفا را و بیتا را مثبت گرفتین، گاماتون باید، گاما دوتون باید منفی باشه. گاما دو منفی بودن یعنی گاما باید موهومی باشه. اینو توجه بکنید. وقت آلفا یک، آلفا دو، آلفا سه،
ببینم اینجا چی میخواد بگه. الفا یک، الفا دو، الفا سه. پس مسئله ترک کرد. The solution for phi is then the product of these three functions, but this is the only particular solution in general. There will be a set of alphas and betas. این بد نیست این معادلات را ببینیم. اگر x y را بگیریم a ای به توان بلاوی الفا x بلاوی b به توان منهای الفا x y تون را با بتا بنویسیم، اون وقت z تون باید i گاما بنویسیم، اون وقت این اکسپوننشل میشن. اینا مختصاتی هن، مثلثاتی هن و این یکی چیز هن، هایپربولیک فانکشن هستن. اون وقت برای A و B هم بسته به این که فعلا تا باندری کاندیشن صحبت نکردیم، A و B هر چیزی میتونن باشه. A و B، C و D و E و F میتونن هر چیزی باشن که فقط باید الفا دو و علاوه بتا دو مساوی گاما دو این رو مراعات بکنید. خب اینا رو من رد میشم، مثالم حل کردیم. میخوام برم سراغ سفریکال کوردینیتس که بیشتر از همه مورد نیازمونه. اینجا یه مسئله ترک کرده، میگه که مختصات x y z باشه. اون وقت این دیوار پتانسیلش صفر، اون یکی دیوار پتانسیلش صفر، این کف پتانسیلش فی صفر. حالا پیدا بکنید جواب مسئله رو. یه مسئله است این که حل بکنید. این هم حلش خودش کرد. یا این یکی مسئله، مثال دو، یه جعبه گرفته، پتانسیل در اطرافش صفره جز در کفش. پتانسیل در کف فی صفره و در سطوح جانبی دیگر و سقف صفره. صفره اونم؟ بله. حالا جواب رو نگاه بکنید. با این شروع میکنه معادله یک. x و y چیزن کامپلکسن، ولی زدش این به طوان بلاوی هم نوعی گاما وایه. حالا باندری کاندیشن رو اعمال میکنه. x باید باشه سینوس اون چیه؟ آره اون r p x بر a. r یه عدده، s p y بر b، s شم عدده. اون وقت a r و b r رو پیدا میکنه، گاما رو پیدا میکنه، آخر سر فی رو به این صورت به دست میاد و با اون باندری کاندیشن هایی که داشته. و آخر سر هم که جمع میکنه این معادله هشت رو نگاه بکنید، سینوس هایپربولیک درش ظاهر شده. سفریکال کوردینیتس این رو بیشتر از همه نیاز خواهیم داشت و من روی این تاکید میکنم. حل کردم یه دفعه، این رو دوباره ببینید. لاپلاسیان در مختصات کروی قسمت آرش
یک بر آر دو دی به دی آر، آر دو دی به دی آر فی. قسمت تتاش یک تقسیم بر آر دو، یک بر سینوس تتا دی به دی تتا، سینوس تتا دی به دی تتا دوباره روی فی. و قسمت فی دوش آسونه، یک بر آر دو سینوس دوی تتا دی دو فی به دی فی دو. تتا زاویه قطبیه، دامنش از صفر تا پیه، یادتون نره. و فی دامنش از صفر تا دو پیه، یه دور میچرخه. و حالا شما جواب رو بگیرین، فی آر و تتا و فی مساوی یه تابی از آر، یه تابی پی از تتا و تابی کیو از فی. اون وقت اینا رو بگذارین توی اون معادله، بعد تقسیم بکنیم به همین. یه جمله به دست میارین که فقط آر درش هست، جمله اوله. به سینوس الان میتونین تقسیم بکنید این پایینی رو، به سینوس تقسیم بکنید معادله بالا را. نه، میخواد این رو جدا بکنه. بله، اگر این رو به آر دو سینوس دو ضرب بکنه این معادله رو، این جملهش میشه یک بر کیو دی دو کیو به دی فی دو. این طرف هم اون میمونه. حالا این ور تابعی از فیه، اون طرف تابعی از تتا و آره. شما میتونین مختصات رو به دلخواهیتون تغییر بدین، بون یکی ها دست نزنین، اون یکی ها رو تغییر بدیم به فی دست نزنیم. برای اینکه این رابطه برای هر فی و آر تتا ثابت صادق باشه، باید این یه عدد ثابتی باشه و به طبع کل اینم یه عدد ثابت دیگر باشه. بنابراین این معادله پایینش رو نگاه بکنید، این دیگر رو بگذارن دی دو به دی کیو دو مساوی ام دو کیو، یه خطوط مثلثاتی کیو مساوی سینوس و کوسینوس. فی مساوی بالا و یا منهای آی ام فی. حالا تا از ترکیب اینا سینوس کوسینوس میتونیم به دست بیارین. چون فی از صفر تا دو پی تغییر میکنه، این کیو باید سر جای خودش برگرده. فی باید عدد صحیح باشه، ام باید عدد صحیح باشه. صفر، یک، دو، سه. عدد غیر صحیح سنگولاریتی خواهد داد بهتون. سنگولاریتی نه. سنگولاریتی نه. تکینگی خواهد، نه تکینگی هم سنگولاریتیه. عدد اسم مثلا رادیکال دو. و اون وقت هیچ وقت فی رو دور بزنید، دو پی، چهار پی، شیش پی، اینطورا این مقدار سر جای خودش بر نمیگرده. بنابراین ام باید عدد صحیح باشه. خب اگر این عدد صحیح باشه، حالا این رو برگردونیم اون طرف معادله بگذاریم که به دست میاریم یک بر آر دو دی به دی آر، بعد یک بر پی سینوس کوسینوس ام دو. و حالا این دو تیکه جدا میشن از هم دیگه، ام دو بر سینوس تتا این طرفه، اون ورم که مال خودش. و بنابراین این طرف و اون طرف هم باید یه عدد باشه. این عدد رو برای مصلحتی این رو نوشته L در L علاوه یک ضرب در R، یا این طرف که رسید بقیه چیزا رو درست کنید. میفهمی چی کار داره میکنه؟ یه من اونجا بنویسم. ها؟ ها؟ همه جا هست این. بله.
بله. خیلی خوب. پس بنابراین یه همچین معادله پیدا میکنید. و از این طرف این ال در ال به علاوه یک اینجا ظاهر میشه. ببینید این رو ال در ال به علاوه یک بگذارین با یک بر و بعد به این تیکش هم ضرب میکنید این رو به دست خواهید. خب این جواب مسئله خیلی ساده یه حل کردنش. اینم ساده است. یه خورده تمرین میخواد و سلام. جواب بالایی آر به توان الفا و آر به توان الفا بگیریم. ببینید آر رو بگیرین یه عدد ثابت ضرب در آر به توان الفا اون وقت و این رو حساب بکنید توی اون معادله بگذارید به دست میارید الفا در الفا به علاوه یک ای آر الفا بنای ال در ال به علاوه یک ای آر الفا و بعد این باید صفر باشه برای تمام آرها. اگر برای تمام آرها صفر باشه خب مثلا آر رو بگیرین یک و حساب بکنین که الفا دو به علاوه الفا منهای ال در الفا یا مساوی با این یا مساوی با این و به دست میارین که این باید آر این آر الفاتون یا باید ال باشه یا منهای ال به علاوه یک. ببین این الفا ها این آر رو بگذارین یک توی این مال برای هر آری باید این صادق باشه. من آر میذارم یک میشه این معادل دستکاری بکنید و این باید صفر باشه. این اگر بخواد صفر باشه الفا یا باید ال باشه یا منهای ال به علاوه یک باشه. بنابراین جواب دست میدید. و اما معادله تتا یه تغییر مختصات داده بگی با اکس با کوسینوس تتا رو رها بکنیم با اکس کار بکنیم. کوسینوس تتا رو مساوی یک بگذاریم اکس بگذاریم که بین صفر رو بین یک و منهای یک تغییر بکنه اکس چون کوسینوس تتا بین یک و منهای یک دیگه. پس دامنه تغییرات اکس یک و منهای یک. خب مشتق لازم داریم دی به دی تتا داشتین یک بر سینوس تتا دی به دی تتا مساوی با دی به دی اکس میشه. حساب بکنید دیگه دی به دی اکس مساوی دی تتا به دی اکس و بعد دی به دی تتا و وارونش بکنید دی تتا به دی اکس رو بنویسید یک تقسیم بر دی اکس به دی تتا و اینا رو خواهید دید. و معادله بعدیتون این معادله لژاندر پی تابع از اکس که اکس هست کوسینوس تتا فراموشتون نشه یکی منهای اکس دو دی دو پی به دی اکس دو منهای دو اکس دی پی به دی اکس به علاوه ال در ال به علاوه یک پی مساوی با صفر. فراموش نکنین ال هم انتجر شد عدد صحیحه. خب چون معادله خطیه جواب اون معادله اسمشو بگذار به ازای هر ببینید اونجا ال پی اون معادله حل بکنید پی این ال کنارشه دیگه جوابهاش رو مشخص بکنید. جوابهای زیادی هم داره چون ال رو میتونید یک دو سه صفر یک دو سه تا هر چقدر دلتون خواست عدد صحیح بگیرید. بنابراین جواباش رو بگیم پی صفر، پی یک، پی دو، پی سه. بنابراین به اون اندیسه پی که تیچی نداشت الان یه ال اضافه میکنم. بنابراین هر
و چون معادله لاپلاس خطی هست، هر ترکیب خطی از پی ال ها جوابه. پس بنابراین جواب اون معادله یه عدد ای ال ضرب در پی ال کوسینوس تتا است. و حالا اینا رو جمع آوری بکنیم ببینیم که برای پتانسیل فی چی به دست آوردیم. فی باید به این صورت باشه: اگر آر به توان ال رو میخواین، ضریبش رو بگذارین ای. اگر یک تقسیم بر آر به توان ال به علاوه یک رو میخواین، اون ضریبش رو بگذارین بی ال. و اون وقت این رو روی ال ها جمع بزنین تا بی نهایت، ال مساوی با صفر تا بی نهایت جواب این معادله است. البته این رو به کار ببریم برای مواردی که تقارن استوانه‌ای داریم. از کره صحبت میکنم، ولی یه دور چرخیدم دو پی سر جای خودم برگردم و به فی بستگی نداشته باشه. اگر بخوایم به فی بستگی نداشته باشه، اون امی که در اونجا داشتیم، ام رو باید صفر بگذاریم. یادتون هست معادله برای فی چی بود؟ بله. بله. اگر بخوایم به فی بستگی نداشته باشین، امش باید صفر باشه. کیو مساوی به توان آی ام فی، حالا یا من آی ام فی. اگر بخوایم به فی بستگی نداشته باشه، یعنی تقارن محوری داشته باشین، باید امتون صفر باشه. پس بنابراین برای هر کجا تقارن محوری داریم، امومون رو صفر بگذاریم، خودمون رو خلاص بکنیم. و اون وقت پی ال ها آسان ترن بدون ام. این معادله بدون ام آسان تر حل میشه. جوابای این معادله رو هم بگیم، پی ها رو، پی ال ها رو بگیم توابع لژاندر. اگر ام هم باشه اونا رو هم میگیم توابع لژاندر. و خلاصه این فیمون بدون اینکه صحبت باندری کاندیشن صحبت بکنیم که کجا میخوایم اینو به کار بریم، این کلی ترین صورت شه. توجه بکنید اگر میخوایم به بی نهایت برین، در خیلی جاها اون جواب اولی به درد بخور نیست. اگر یه مسئله ای داریم که در بینایت میخواییم ببینیم پتانسیل چیه، این آر به توان ال ای بزرگتر و بزرگتر میشه و درد نمیخوره. برعکس اگر میخواییم به آر به طرف آر به مساوی صفر بریم، به طرف مرکز بریم، این به درد بخور نیست. این برای بینایت رفتن خوبه، این برای مرکز رفتن خوبه. در جاهایی هست که شما میتونید هر دو رو به کار برین. مثلا فرض کنید که دو تا کره دارین در تو، یکی با آر کوچک، یکی با آر بزرگ. میخواییم ببینین که در داخل این پتانسیل رو چی بنویسین. خب هر دو رو میتونید بنویسین، چون از این طرف نمیخواییم به صفر برین، از اون طرف نمیخواییم به بی‌نهایت برین. میتونین انتخاب بکنید. حالا ببینم به جای رسیدیم یه مسئله حل بکنیم. این لژاند پالینومیال ها پی صفرش یکه، پی یکش اکسه، پی دوش یک سوم سه، یک دوم سه اکس دومنا یکه. ببینید اکس کوسینوس تتاس ها، یعنی پی یک اگر بر از تتا بخواییم بنویسیم کوسینوس تتاس. این یکی سه کوسینوس دوی تتا منهای یکی، این یکی پنج کوسینوس سه تتا منهای سه کوسینوس تتاست.
خواص دیگر اینا رو بررسی میکنه، چگونه جنریتینگ فانکشن میتونین داشته باشین برای اینا، خودتون زحمت معادله حل کردن رو نکشین و این مشتقات رو بگین، این پی ال ها رو میتونین به دست بیارین. این پی ال ها برای در حد خودشون کاملن، پی ال تابع هر تابع اکسی که بین صفر یک و منهای یک تعریف شده باشه میتونین به خوبی با این پی ال ها بس بدین. fx یه تابعی است بین یک x مساوی منهای یک و یک تعریف شده و میتونید این رو بر حسب توابع pl بس بکنید. بنویسین fl summation al pl و lm از صفر تا بی‌نهایت. حالا میخواد ببینیم که این AL رو چی انتخاب بکنیم. AL رو بیاین طرفین این معادله رو ضرب بکنید به PLX هر دو طرف رو. چون اینها ارتوگونال هستن به هم دیگه، لازم رو تابلو بنویسم یا کافی هن؟ بعضی ها اون آخر کلاس خوابشون برده، حواسشون به من نیست. کافیه اینا یا من پاشم بنویسم؟ نظرم یه فکر دیگری بکنم. دفعه دیگه اونا که ردی که آخر نشستن ردی جلو بشینن، جلوی آخر جلو چشمم باشین. من این معادله 44-45 میفهمین چی میگه؟ میخواییم اون اف اکس رو بس بدیم. ببینید؟ این محور اکس ها، این یک، این هم منهای یک. یه تابعی تعریف شده بین اینها، مثلا این پله. این پله. تابع دیگه، من بین x و منهای یک تعریف کردم. fx fx مساوی مثلا A، این ارتفاع A باشه. اگر X بین منهای یک و صفر و مساوی منهای A اگر بین X بین صفر و یک، این رو میخوام بس بدم و می‌نویسم که این اف اکس مساوی سومیشن ای ال پی ال ال اکس. و این رو PL. این رو ضرب میکنم به یک کدام از این PL ها. انتگرال F X PL پرایم DX از منهای یک تا یک
مساوی این طرف ببینم چی میارم. این از صفره. AL که ثابته بیرون میذارم. این رو بنویسم PL prime در X خودش PL در X DX. خب این اگر L مساوی با L prime باشه این انتگرال یک، اگر L مخالف L prime باشه صفر. پس این دلتا L L prime. پس این عبارت است از الان این عبارت است از L prime. اینو درست گفتیم انتگرال PL در PL prime یکی یا یه چیز دیگره. شرط نورمالیزیشنشون رو نگاه بکنیم ببینیم چیه. نه اشتباه کردیم. ببین PL prime در PL مساوی دو تقسیم بر دو L به علاوه یک دلتا L. اون اشتباه کردیم. این عبارت است از دلتا L L prime دو در چی خوندم اونجا؟ دو L به علاوه یک؟ بله. این انتگرال دو در صورت درسته. بله. دو L به علاوه یک. خب پس این میشه دو L به علاوه دو بر دو L به علاوه یک AL. خب AL من AL من میشه دو L به علاوه یک تقسیم بر دو این انتگرال من های یک تا یک f x p l d x. خب من این پله رو ببینم چی این انتگرال ببینم چی بودی بگیرم. این رو تقسیم بکنم از من های یک تا صفر که اف اکس هم چقدر در اینجا؟ در این پله اف اکس هم چقدره؟ بین یک و صفر؟ ثابت ایه؟ پی ال دی اکس بعد من های ای انتگرال از صفر تا یک و پی ال دی اکس. و حالا ببینید این چیه برای هر پی الی چقدره. مثلا پی صفرشو بگیرم یکی دیگه، این از من های یک تا یک، اینم یک خواهد شد اکس بی صفر ای صفر رو ای صفر مساویه یک دوم ای. این انتگرالش چقدره؟ اگر یک باشه اکس دیگه بین من های یک تا صفر من های ای دوباره اکس از یک تا صفر. این مساوی من این رو وارونه بکنم میشه این دیگه، یا این رو وارونه بکنم میشه اون، مساوی من های دو تا از این یک دوم دو تا من ها یک دو تا ای. این حس میکنم از صفر تا یک اکس از صفر تا یک مساوی من های دوی من های.
پس این A صفر هم A. میخواین A یک رو شما حساب بکنید، A دو رو هم حساب بکنید، به همین ترتیبی که من انجام دادم. فقط من اینجا برای L مساوی با صفر پی صفر رو گذاشتم یک. شما برای A1 اینو بذارین اکس، اکس دی اکس میشه اکس دو. اینا رو حساب بکنید، مساله بنویسید، اینا رو حساب کنید. اینا هم باز یه جنریتینگ فانکشن دارن. جنریتینگ فانکشنشون اینه، ببینید یه تابعی داشتیم، یک تقسیم بر اکس منهای اکس پرایم، یادتون هست؟ این رو اگر بس چیز بر حسب اکس رو یک بگیرین، اینجا میشه یک، بعد منهای دو میو اکس به علاوه میو دو، و میو یه زاویه است در اینجا و میو یه طوله، و بعد بشینید این رو بس بدین و این جنریتینگ فانکشن رو هم خواهید دید. من رد میشم. یه جایی قبلا خوندیم که پتانسیل الکتریکی یه توزیع بار رو میشه تبدیل کرد به یک مونوپول، یک دایپول، یک کوادروپول و یه چیزای دیگه. اینا یادتون هست که خب مونوپول چیزیه که بستگی به اک به تتا نداره. یه بار گذاشتین دوربرش سفریکل سیمتری رو میبینین همه جا، پس بنابراین به تتا وفی نباید بستگی داشته باشه. تنها چیزی که از این فیها میمونه یک تقسیم بر آر، اگر بخواییم به بینایت بریم این مونوپول. و که میتونیم بنویسیم پی سفت کیو ضرب در پی سفت تقسیم بر آر، که یکی از همون جواب هست که داشتیم. دایپول یک بار پایین بگذاریم منفی، یک بار بالا، وقت یه بردار درست بکنین کیو ضرب در فاصله اینها و این میشد یه دایپول. این دایپول به تتا باید حتما بستگی داشته باشه، به فی نباید بستگی داشته باشه. وقت مقدارش حساب کرده بودیم پی دات ای تقسیم بر آر دو، پی دات ای تون هست پی یک کوسینوس تتا، که بازش بکنید این بار تست از پی یک کوسینوس تتا تقسیم بر آر به توان یک چی بود؟ دو علاوه یک، درسته؟ علاوه یک، درست علاوه یک، ال رو یک گرفتم، پس بنابراین آر دو بر در مخرجش خواهد آمد. کوادروپولتون پی دو تقسیم بر آر به توان سه خواهد بود با ضرایبی، و به همین ترتیب مسئله رو میتونیم جلو بریم. اینجا یه مسئله قشنگی حل میکنه، اینو میخوام
با حوصله گوش بکنیم. این ندای پولی که باز کرده مؤلفه‌های میدان الکتریکشه. فیل رو اگر داشته باشه میدان الکتریک گرادیانشه دیگه. و مؤلفه‌های گرادیان هم در مختصات هر مختصات کروی غیر کروی اینا میدونیم که چی کار باید بکنیم. من دنبال این مسئله میگردم. این مسئله مسئله قشنگیه. صفر میشه. درسته، حق با شماست. بله. خودم هم گیج شده بودم. یه دلیل دیگر. پله که من دادم پله چیز دیگه. خودش انتای سیمتریکه. این طرفش با این طرفش منهای همه. بنابراین جواب ها باید انتای سیمتریک باشه. پی های زوج نباید وارد بشه. پی های فرد باید وارد بشه. پی فرد کوسینوس تتا اول ببینید اولش یه صفر شد. پی صفرمون صفر میشه. درست میگین اینجا. بله. وقت بعدش چی قاعد شد؟ بعدش باید این باشه دیگه. این کوسینوس نصف کوسینوس اینور افتاده، نصف کوسینوس اینور همینطور کوسینوس. بله، توانای فرد باید ضرایب داشته باشن. پی دوش هم باید شما اینم باید صرف به دست بیارید. فقط این میمونه که کوسینوس تتاست. چیکار میکردم؟ فرض کنین که من یه خازن درست کردم بزرگ. این طرفش میدان منهای کیو گذاشتم روش، این طرفش علاوه کیو، به طوری که در این وسط کم و بیش یه میدان یک نواخت ای صفر کانستنت به وجود آمده. میتونم دیگه همچین چیزی تصور بکنم. یا حتی طولش زیاد باشه. بله. یا اینکه مثلا یه بار منهای کیو اونجا بگذاریم، بار منهای کیو اینجا بگذاریم، خیلی دور از هم دیگه. و بعد خطوط قوا که این وسط هایی که میرسن کم و بیش موازی هم هن دیگه. تقریبا. بله. میتونید این رو تقریب بکنید. حالا میام در این وسط این یه کره میذارم. فلزی، حادی و وصل میکنم به زمین که پتانسیلش فی باشه. فی مساوی صفر. مبدأ مختصات من اینجا بگذارم.
و اینطور بنویسم مثلا ای تابعی از آرتتاست، فی تابعی از آرتتاست، ولی فی در آر در بی نهایت و تتا اون فیه که این ای کانستنت رو میده به ای زد. این ای محور رو بگیرم، محور زد ها، ای زد شما از این میدان حساب بکنید چقدر به دست میارید از این چیزی که من نوشتم؟ گرادیان ای ای اکسش صفر، ای وایش صفر، ای زدش زد. و فیه شعای کره رو بگیرم یک، شعای کره رو بگیرم ای در تتا مساوی با صفر. یه مسئله میخوام حل بکنم. داخلش کاری ندارم چون این حادیه و دسترسی هم ندارم. خیلی خوب، این فی رو می‌نویسم نقدن یکیش که دارم منهای ای زد. این زد رو هم می‌نویسم آر کوسینوس تتا، درسته؟ منهای فی اگر بله این درسته ای آر کوسینوس تتا، درسته. به علاوه برای بقیهش اینو بنویسم جواب ها عبارت بود از آر ال کوسی پی ال یا آر یک تقسیم بر آر ال به علاوه یک پی ال، از این دو دسته خارج نبودن. کدومش انتخاب بکنم؟ اینو یا اینو؟ نه؟ چرا؟ خب حست درسته ولی چرا؟ بله بله، چون میخوام خیلی دور برم، به بینهایت برم و اون وقت اون دایورجنت بالایی، پس باید پایینی باشه. دنبال چی میگردم؟ پس این رو انتخاب میکنم به علاوه روی ال از صفر تا بی نهایت ای ال تقسیم بر آر به توان ال به علاوه یک پی ال کوسینوس تتا. خب حالا باندری کاندیشن اعمال بکنم. این رو اعمال بکنم آر اگر ببین این رو اعمال بکنم آر اگر شد A باید این صفر باشه. پس بنابراین منهای ای آر
منهای ای ای پی یک اینم نوشتم پی یک کوسینوس تتا به علاوه سامیشن ای ال چکار دارم بکنم ای ال در آر در ای به توانه ال به علاوه یک پی ال کوسینوس تتا این باید صفر باشه. خب منهای ای ای یه دونه اینجا دارم یه دونه اینجا دارم به علاوه ای یک ای یک بر ای دو پی ال برای هر دو مشترکه پی ال دیگه چی مونده؟ یه پی صفر هم صفرش هم بنویسم ای صفر بر ای به توان یک پی صفر به علاوه ای ال بر ای ال به علاوه یک پی ال کوسینوس تتا اینجا ال یکش نوشتم صفرش هم نوشتم این بهتر از دو بنویسم دو به بالش برای اینه درست اینا باید صفر باشه خب و اینا پی یک خب پس ای یک هم از ببینید اینا مستقل از هم هن یه عدد ثابته به تنهایی باید صفر باشه این کوسینوس تتا به تنهایی ضربش صفر باشه این یکی پیل های بالاتر به تنهایی باید ضربشون صفر باشه پس ای یک مساویه ای یک مساویه ای بر ای سه ای در ای سه ای صفر مساوی صفر و بقیه ای ال هم مساوی با صفر ال مساوی یا ال مساوی یا بزرگتر از دو پس جواب نهاییمون میشه خیلی ساده جواب فیمون الان با این ترتیب خواهد شد منهای ای آر به علاوه منهای ای آر به علاوه ای ای سه بر آر دو در کوسینوس تتا این جواب مسئله حالا میدان الکتریکش حساب بکنید گرادیان بگیرین دیگه ای آرش در اینجا میبینین در معادله دوازده ای آرش مساوی منهای دیپی به دی آر ای صفر در یک به علاوه دو ای سه تقسیم بر آر به توان سه کوسینوس تتا و ای تتا مساوی منهای ای صفر منهای ای سه بر آر سه سینوس تتا
اولی همون جمله اول همون میدان ثابتتونه که داشتین، جمله دوم که در اینجا میبینین یه دایپول. پس بنابراین الان میدانمون شده یک میدان ثابت بلاوه یه دایپول. خطوط قواش میخواییم ببینین اینجا. خطوط قواش اینه. اون کره چیز هادیه و پتانسیل درش صفره. این خطوط قواش که میان عمودند بر سطح این کره. اگر اون میدان خارجیمون نبود، ببینید این خط قوه که از اینجا آمده بود می اومد می وست دور خودش، ولی الان اون میدان بیرونی این رو باز کرده تا بی‌نهایت میره. و این طرف میدان ها اگر وارد میشن و این طرف خارج میشن، اینجا روی این بار سطحی باید باشه. بار سطحی این طرفش مثبت منفیه، اون طرفش مثبت خواهد بود. بار سطحی رو میتونید حساب بکنید. بار سطحی عبارت است از مؤلفه نرمال میدان الکتریک. مؤلفه نرمال هم در سطح کره همون ای آره. پس بنابراین ای آر ای در سطح کره مساوی، من از این نسبت به آر مشتق بگیرم، منهای ای از این مشتق بگیرم، منهای ای رو در نقطه ای میخوام حساب بکنم، منهای این چی میشه مشتق بگیرم، این میشه دو آر بر آر سه، دو ای سه دو بر آر سه، دو بر آر سه کوسینوس تتا. خب و این برابر میشه با رو سرفس رو میخوام حساب بکنم در آر مساوی با ای میخوام حساب بکنم و این مساوی ای ان یعنی ای آر و ای آر هم هست در ای و این هم مساوی با همین ای ای صفر ای در ای علامت منهاش بگذارم، بعد به علاوه اینم مشتق میگیریم منها میشه، این مساوی میشه با اینا، این با هم دیگه برابر میشن، اینم ای بگذارم میشه، این میشه سه منهای سه ای کوسینوس تتا. یه دفعه دیگه کلاس بعدی شروع میشه. راست میگی. تمام. یه خورده کلاس ها رو زودتر شروع بکنید. امروز 20 دقیقه از دست داریم.